اومدیم با یک مصاحبه کاملا واقعی یعنی ببین ماتریکس یه چیز میگه متیو یه چیز میگه آدم استرس میگه یعنی قشنگ آدم این احساس بهش دست میگه. اون چیزی که داره میگه نیست <laughs> اومدیم با یک مصاحبه کاملا واقعی با رضا پیشرو و همین دیگه اومدیم با یک مصاحبه کاملا واقعی با رضا پیشرو رزا پیشرو این شکلیه خیلی ممرز و تو طوره یعنی یه صورت مثلا اینجوریه کشیده ی ریش مسیویل ممرز و شایعهی شایعی ای مثلا از اینجا بد نمیدم چرا وایب اصلا شما نمیبینین الان الان نمیبینین نمیدم چرا وایب رضا پیشرو هم نمیده وایب ممرز و شایعی بیشتر بههم میده خب آقا بریم که داشته باشیم متیو دیوونه است سلام به قسمت 46 هم از فصل دوم ماتریکس شو خوش اومدین من متیو هستم میزبان شما توی این برنامه و مهمون این قسمت ما رضا پیشروه رضا ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی قبول نکردم که من آن؟ قبول نکردم برای همین منو با اوچ مستونی آوردی دیگه آها درست به هر حال حس چیه بعد 20 سال رپ خوندن با می معروف شدی این سوالای اینجوری تو بذار کنار من اصلا خوب بشه رپ نمیکنم ببخشید پدر زدبازی حساب میشی چرا چون مادرشونو گا نه نگو نگو آقا دیگه دیگه دیسات داره یه جوری میشه دیگه دیسات داره خیلی عجیب و شدید میشه <laughs> یا دیگه نمیشه همین با رضا پیش روزت بازی خیلی شوخی داری <تصفح> <تصفح> ببخشید پدر زد بازی حساب میشی چرا چون مادرشون گا... نه نگو نگو معذرت میخوام میخواستیم یکی از آهنگات پخش کنیم ولی خب گرامافون و نوار کاستر پیدا نکردیم متاسفانه چه کوچ گفتی یعنی چی خواستم با اینکه رپر قدیمی هستی شوخی کنم با این قضیه مشکل داری مشکل داری نه نگو نگو ببین تو پات زمانم من رپ تو خونم اصلا یه چیزی حدود 30 درصد من سیاپوسته یعنی 70 درصد ممکنه که زندان نری چی به حرفایی که آقا یه چیز جدید شوخی هایی که مثلا یه خورده میشه رو انجام میدن مثلا یه جان جدید من تو اینسان دیده بودم اوکی حدود سی درصد من سیاه یعنی هفتاد درصد ممکنه که زندان نری چی؟ هیچی به حرف که ده سال پیش گفتی مردم تازه دارن پی میبرن از یه ایلومناتی و کنترل دنیا و دقیقا خب این یعنی ساقید کارشو گسترش داده داری رو مخم که بشم از سمیه چه شیاف کنم اوه کارش گسترش داده یعنی مردم هم الان دارن اینا رو می... اوکی از همون ساقی دارن استفاده میکنن اوکی اوکی دقیقا اوه. خب این یعنی ساقیت کارشو گسترش داده داری میری رو مخم که بشم از سری سم میگه چه شیاف کنم توت مثل اثر منفی چیز نه ببخشید با گنگسترای نسل چهار رابطه خوبی نداری نه گنگستر چیه بابا اینا همه نسل چهار چیز نه, نه. ببخشید با گنگستر این نسل چهار رابطه خوبی نداری نه گنگستر چیه بابا اینا همه سرام هم بود تپ تپ کنی روش حالا خیلی یاد دیست کردم ولی جواب ندادی اینا دور هم جمع بگو هر کدوم بیاد رضا تک وایساده عمرو تنهایی بگو گفتن آقا اینجا هم یه ورس انداخ مثلا نفهمیدم چی شد دقیقا حب. خب این یعنی ساقید کارشو گسترش داده داری میری رو مخم که بشم از سری یه چه شیاف کنم توت مثل اثر منفی چیز نده. اصلا با اصلا با این با با نه نه ببخشید گنگستر چهار رابطه خوبی چیه بابا اینا همه سر هم با تپ کنی روش خیلی یادیست کردم ولی جواب ندادی اینا دوره هم بگو هر کدوم بیاد رزا تک واسده همه رو بگو گفتن و واجه های مب هم معروفی کدوم یا اینا دور هم جمعن بگو هر کدوم بیاد رضا تک ساده همه رو تنهایی بگو به گفتن واجه های مبهم معروفی کدوم بلزلو نه شن زا سسگه یا نه یامت کود از نه آتیش آره آره این آتش آتیش تیشماتا هم گفت به عنوان یکی از کسای انظار نهشم معنیش این باشه نکنه واقعا واسه همین حاجی ای شوخی ها شما هم میکنه این یه چیزی که نباید یه جایی باشه از غصت نیزارید یه جا بعد رفیقا که میپرسن میگین ایمال سنجه و کارشو به درستی انجام داد و تو رو پیدا کرد و این میتونه اون قضیه باشه یعنی مثلا هر موقع یه نفر بپرسه یه چیزی بگه نه آتیش تیش ماتا آره آره یعنی چی یعنی کوسیل نگو برو سوال بعد بر. به عنوان یکی از کسایی که رپ تو ایران استار زدی دین زیادی گردن بقیه رپر رو داری ولی مدگل و پوتک بیشتر از همه بد مدیونه چرا چه جورایی تو اولین بار اسم ایلومیناتی رو آوردی اونا رو پولدار کردی تو شمارت چنده من یه دفعه زنگ میزنم نه ده، نه 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 تو بتو نه اسم ایلومیناتی رو آوردی اونا رو پولدار کردی تو شمارت چنده من یه دفعه زنگ میزنم چیزه فکر کنم وقت برنامه‌مون تموم شده و ممنونم که اومدی اون راستی بر خدافظی من یه شعر نمیشتم برای برنامه خیلی هم عالی من دو نه نه کن دور بینو داداش رو قط کنم اصلا آی سفون عشق دلید بچه ها عشق دلید دوستتون دارم شدید مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید ارزم به حضورتون که من هنوزم منتظر معلوم شدن تکلیف غلام رزا هم. یعنی غلام رزا میخوام ببینم داستانش چیه غلام رزا کیه دو تا ویدیو هم داده به نام غلام رزا کیست یه شو من دیدم حس میکنم مطمئنم دوتا ندیدم حالا یا یکشو دیدم یا دوشو نمیدونم ولی عمیقا منتظرم ببینم غلام رزا کیه و این خط داستانی رو ببرید جلو و حس میکنم خیلی جا داره حس خیلی جا داره و خفن میتونه باشه و همین دیگه منتظر ببینیم که قلم رزا داستان شیه خیلی جالبه برای کسی که نهید آجی میخوای اصلا یه کاری کنیم اون دوتا هم توی یه ویدیوی دیگه دوتاش رو توی یه ویدیو اون دوتا هم برم که دور هم متوجه قضیه قلم بشیم بعد منتظر باشیم و درخواست کنیم که غلام رضا رو ادامه بده عمیقا چون غلام رضا خیلی پتانسیل داره خیلی یک کرکتر قویه به نسبت یعنی خیلی خودم که خیلی خوشم میاد واقعا از خط داستانی که میتونه جلو ببره با غلام رضا حالا نمیدونم میخواد یه خط داستانی جدا کنه یا کرکترش رو بیاره تو ویدیو من حالا نظرم اینه که یه خط داستانی جدا بشه کلن و از اون حالت یک سر مصاحبه و یک سر آشیکونون در بیاره برنامه رو و یک دنیایی بسازه که حالا مثلا سوپر هیروش رضا مثلا اسپویل کنم مثلا اینجوریه که غلام غلام رضا مثلا آ مثلا اینجوریه که غلامرضا رضا به بیماری دوچار نمیشه این بیماریه که به غلامرضا رضا دوچار میشه خیلی باله با خیلی کرکترش جا داره خیلی نمیدونم حالا اون دوتا رو توی یه ویدیو احتمالا فردا سعی میکنم بگیرم و برسونم به دستتون بعدش که قشنگ متوجه شدیم غلام رزا کیه اون موقع انتظار داشته باشیم که غلام رزا رو سریعتر رو مشخص کنه که بریم براش مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید های دل دوستتون دارم شدید دوستتون دارم شدید ویدیو رو از دست ندید چشید چشید